کامیونداران با غیرت چهارمین دور اعتصاب خودشون رو شروع کردن. اعتصابی که طبق فراخوان قبلی با هدف آزادی کامیونداران بازداشتی و تأکید روی خواسته هایی بود که جواب نگرفتن. کامیونداران معترض تأکید کردند که فریب وعده های دروغین رژیم رو نمیخورن. بازتاب این اعتصاب رو در توییتر با هشتگ اعتصاب کامیونداران میبینید. تقدیم به مسافران غریب اما پرقدرت و پرتوان جاده ها. 10 آبان روز اعتصاب کامیونداران. اتحاد رمز پیروزی ماست. اعتصاب کامیونداران امروز 10 آبان کلید خورد. اینجا پایانه اصل لویه. رانندگان برای رسیدن به خواسته های برحقشون و به خصوص در رأس همه اونها آزادی همکارانشون چهارمین دور اعتصابشون رو شروع کردن. درود به غیرت این شیران جاده. دور چهارم اعتصاب کامیونداران 35 شهر و 18 استان را در بر گرفت. پرچم بالاست، ما پیروز هستیم. شروع دور جدید اعتصاب سراسری رانندگان کامیون کشور در اعتراض به دستگیری. اعتصاب می‌کنیم به خاطر اینکه دخترم چند روز دیگه نون و پنیرم نداره بخوره. اعتصاب می‌کنیم به خاطر اینکه دختر دوستم که زندانیه اینم نداره. اعتصاب می‌کنیم چون هم شرف داریم هم غیرت سر دوستانمون. درود بر رانندگان و کامیونداران اعتصابی که مجدداً برای آزادی همکارانشان پرچم اعتصاب را بالا بردند. ما خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه همکاران راننده دستگیر شده مان هستیم. با جوجه‌های نشسته در آشیانه چه می‌کنید؟ حرکت زیبای اعتراضی کودکان کامیونداران اعتصابی برای آزادی پدرانشان. آفرین به این غیرت. یک کارشناس حکومتی اقتصاد: اگر فکری برای کامیونداران، مطالبات آنها و مردم نکنیم، از آبان ماه شب عیدمان آغاز می شود. اعتصاب کامیونداران فریاد بی‌عدالتی است. وعده هایی که مسئولین به این قشر شریک داده بودند تماما دروغ و پوچ بود، اما این عزیزان نشون دادند که اهل کوتاه اومدن نیستند. کامیونداران و رانندگان زندانی جرمشون چیه؟ چرا در این حکومت تلاش برای کسب و کار حق و رزق و روزی و نان جرم شمرده میشه؟ تا حقمان را نگیریم آرام نمی نشینیم. راننده زندانی آزاد باید گردد. بنازم کامیوندارا رو که تصمیم گرفتن تا خود سرنگونی نظام برن. باید که دست در دست هم و هم صدا و هم نوا، یک دل و یک جان خاکمان را پس بگیریم از این اهریمنان.